به همه خیلی خوش اومدید به پارت دوم بازی تست درایو انلیمیتد سولار کراون. من بالاخره کار خودمو کردم، یه فیلتر شکن قوی تر اوکی کردم، از طریق لپتاپ دارم انتقال میدم به کنسول و بدون لگ و بدون قطعی راحت میتونیم توی این ویدیو با خیال راحت کیومرسا بازی کنیم. لیتس گو. پس سراغه چطورید؟ امیدوارم که حال همگی خوب باشه هر کجا که هستین. اومدیم توی قسمت دوم تست درایو، ماستنگمون رو بالاخره اوکی کردیم با همون رنگی که تو پارت قبلی اوکیش کرده بودیم، با رینگای مشکی کارخونه، یعنی رینگ خود ماستنگ، و فلاشرمون هم روشن کردیم. من قبلش یک ذره بازی کردم، چیز خاصی نرفتم جلو، در حد دو سه تا مسابقه، تا اینکه مطمئن شما با من قطع نمیشم پینگ اوکیه، که دیدم بله خیلی خیلی اوکیه و خدا رو شکر، خدا رو شکر. بریم سراغ بازی. حالا یه ویژگی خیلی خوبی که من تو این بازی حالا با تمام این ایراداتی که ازش گرفتم و اصلاً خورد بود توی ویدیوی قبلی، یه چیز خیلی خوبی که توش فهمیدم، صدای ماشیناست. ببین، نه نید فور اسپید آن باوند و نه فورزا هورایزن و نه کرو موتور فست، که میگفتم کرو موتور فست خیلی صدای ماشینا رو خوب درآورده، هیچ کدومشون به اندازه تست درایو به نظر من نتونستن صدا رو خوب در بیارن. حالا گوش بدین، من الان یه لحظه گفتم صدای ماستنگ رو گوش بدین ببینین چقدر خوبه. همونطور که شنیدین واقعا صدای ماستنگ عالیه، یعنی من صدای ماستنگ، صدای هوراکان، چند تا ماشین همینجوری از تو نمایشگاه رفتم تست درایو رفتمشون تستشون کردم و واقعا صدای ماشینا باید نمیشه انکار کرد، یعنی عالیه عالیه. و از اون طرف بک فایرشو خیلی دوست دارم، یعنی اون بک فایریه که من میخوام، بک فایر واقعی طبیعی، و از طرفی با صدای واقعی. نمیدونم چجوری بگم، حالا اگر توی این قسمت بک فایری زده شد حتما بهتون نشون میدم. اما یه چیز دیگه هم میخوام نشونتون بدم با فلش بالا، حالا من تنظیم کردم اینجوری باشه، روی خود بازی فکر نکنم اینجوریه، یه لحظه من بیام این بعد. اونم این که نور بالا با فلش بالاست، اینا ناکو اینا نور بالا میتونین بزنین. ببین این آپشن ها رو واقعا دوست دارم، خیلی آپشن های خوبیه توی بازی برای کسی که ماشین بازه دوست داره توی بازی های ریسینگ علاوه بر ماشینش کارهای دیگه ای هم بکنه، واقعا این چیزا خوبه. ولی این نور بالا الکی نیست، مثلا یه پلیر آنلاین اگر اشتباه نکنم ببینین توی اوپن ورلد، با نور بالا دادن بهش میتونین درخواست چالش مسابقه بدین. از اون طرف پمپ بنزینای بازی برای چند تا کاره، یکی تعمیر ماشینتون و یا کارواش رفتن، تمیز کردن ماشین، که اونجا نوشته اگر ای رو نگه داری اینجا میتونید ماشین رو تعمیر کنید، و یا میتونید ماشینتون رو اینجاها تعویض کنین، اینجا عوض کنین. حالا من گولد ادیشن این بازی رو دارم و الان 4 روز قبل از عرضه جهانیه که ما داریم ویدیوی تست درایو رو پوشش میدیم. تو این هفته سعی میکنیم تمرکزمون رو روی این بازی بذاریم چون هنوز عرضه جهانی نشده، و اگر شما گولد ادیشن بخرین این بازی رو، این ماشینا رو بهتون میده. این ماستنگه که جزء اون 3 ماشین اولی بود که همه تو حالت استاندارد میتونن انتخاب کنن، اما یه ماشینی که بهتون میده کامارو ZL1ه، که من فعلا ماشینای گولد ادیشنمو نمیتونم سوارشم چون هنوز درجه رپوتیشن احترامم رو نبردم بالا. یه سیستم احترام داره این بازی که همون XP خودمونه و به نسبت راحت میره بالا، اینا رو باز میکنیم، اصلا چیز خاصی نیست. ولی خب دیگه از اونور پول نیاز نیست برای خرید اینا پرداخت کنیم، چون که من شنیدم مثلا که ماشین خریدن تو این بازی خیلی سخته، یعنی گیرونه ماشیناش، و حالا نمیدونم این ماشینای گولد ادیشن استانداردیام میتونن بخرنشون یا نه. ماشین بعدی که گولد ادیشن بهتون میده جگوار اف تایپ اس وی آر کوپه است، که من زیاد راستش اهل ماشینای جگوار نیستم، ولی خب ماشین جذابیه، زیاد ماشینای جگوار رو دوست ندارم، نمیدونم چرا خیلی خونسان برام. این ماشین یعنی فورد جی تی سال 2006 برای گولد ادیشن نیستش، این رو فقط باید بازی رو پیش خرید کرده باشین تا بهتون رایگان حداقل اینجوری بذاره تو گاراژتون. که من این بازی رو خب نه تنها گولد ادیشنش رو خریده بودم، بلکه پیش خریدش کرده بودم، و برای همین پس
این 4GT هم به من داد. مزراتی MC20 یکی دیگه از ماشین های گولد ادیشنه که اگر گولد ادیشن داشته باشین این مزراتی رو میذاره توی گاراژتون، که فقط یه توصیه میکنم فعلا این بازی رو تهیه نکنید، چون من همونطور که میبینیم با VPN وصلم، نه با DNS تونستم وصلشم، نه با ارزم به حضورتون DNS اختصاصی گیر اپ بوستر فعلا نتونستم. تغییراتی رخ بده وضعیتش بهتر بشه حتما بهتون اطلاع میدم، خیالتون هست. من میخوام پولتون رو دور نریزین، وگرنه اگر میتونین شما اوکی کنین، یعنی مشکلی ندارین وی پی ان رو از کامپیوتر انتقال بدین به کنسولین، دردسرا رو حاضرین تحمل کنین، اوکی بخرید. ماشین بعدی گولد ادیشن آودی R8 اسپایدر، خیلی خودم دوست دارم این ماشین سریعتر برام باز شه. و یه ماشین دیگه لند روور رنج روور اسپورت SVR که اوکی بهتره، یه ماشین SUV هم تو گاراژمون داشته باشین، اینم خوبه. و در آخر مرسدس بنز SLS AMG سال 2014 اگر اشتباه اونجا نوشته، بله 2014. تو الان چنل رو سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب کنید اگر دوست داشتین، ولی پیشنهاد میکنم سابسکرایب کنید، حمایت کنید بچه ها، لایک کنید، لایک ها کمه، ما داریم آقا قبل از عرضه جهانی عین یوتیوبر خارجی ها براتون پوشش میدیم ویدیو رو، ما تو ایرانی. خیلی خب این ماشینا رو بهتون نشون دادم، چیزی دیگه که دوست دارم بهتون نشون بدم راستش الان زیاد دوست ندارم مسابقه برم، ولی شاید تو این ویدیو بریم. من میخوام فعلا این روزای اول، این روزایی که هنوز بازی عرضه جهانی نشده، قابلیت ها چیزایی که تو بازی وجود داره بگم. یکی از چیزای جذابی که این بازی داره ماشین خریدنشه واقعا، یعنی شما برای خرید ماشینتون نباید مثل فورزا یا هر چیز دیگه برید مثلا خب توی منوی ماشین رو بخرید تمام شد، نه، برای خرید هر ماشینی مثل تست درایو های سابق شما باید نمایشگاه نمایندگی برید. و حالا نمایندگی لامبورگینی مثلا یه جاست، لامبورگینی مثلا نیسان یه جای دیگه است، لامبورگینی میگم لامبورگینی نمایندگی آقا ببخشید، نمایندگی بوگاتی یه جای دیگه است، اینا خیلی جذابن. من اگر الان مپ رو بیارم ببینم چه نمایندگی داریم، این چیه؟ ایتالیان کارز. خب نوشته چه ماشینایی هم داره، ولی نه من میخوام برم نمایندگی لامبورگینی، این نمایندگی ماشینای آمریکایی که الان ماشین آمریکایی سواریم، برای همین فعلا ماشینای آمریکایی نمیخوام. بیا لامبورگینی لتس گو. ما یه لحظه من میگم فست ترافل کنیم الکی وقت ویدیو رو نگیریم که بتونیم چیزای بیشتری رو پوشش بدیم. بجز ایراد سرورها من باقی چیزای بازی راضی ام، ولی گرافیک این بازی میتونست بهتر باشه. خب ببین الان اینجاست، ما داریم راه میریم، میتونیم ماشینا رو ببینیم، تست درایو کنیم، سوارشون بشیم، شیشه‌شو بدیم پایین ببینیم کلا چه جوریه اینا. اینا جذاب، اینجوری شما تو این بازی ماشینتون رو میخرین. اگر لامبورگینی میخواین با برین نمایندگی لامبورگینی، اگر ماشین حالا آمریکایی میخواین با برین نمایندگی ماشین‌های آمریکایی. بعضی برندها مثل لامبورگینی نمایندگی خاص خودشون رو دارن، فقط صرفا این نیست که ماشین‌های ایتالیایی باشه. لامبورگینی چنتناریو رو اینجا می‌بینیم. من پیشنهاد می‌کنم الان یه تست درایو با این ماشین بریم. یه سری آپشن دیگه هم هست. الان این ماشین چنده؟ 5 میلیون؟ کسافت، تو همچین پولایی به ما نمیدی 5 میلیون؟ از اینجا میتونید خب کنار هر ماشینی یه همچین پنلی هست که اطلاعاتش رو ببینید و چه لولی، الان میگه لول 50 نیازه برای اینکه قفل این ماشین باز شه تا بتونید بخریش. و اینجا میتونید شیشه‌شو بدی پایین، درشو باز کنی، بشینی توش. تا اینجا تقریبا مثل فورزا هورایزن داره عمل میکنه، ولی قسمت جذابش اینجاست که فورزا هم داره، ماشین رو استارت میزنی میتونی گاز بدی. الان من ببین دارم از این زاویه نگاه میکنم، واقعا گرافیک کلاستر، کیلومتر شمار، گرافیک اتاق ماشین ها توی بازی فورزا هورایزن خیلی پرجزئیات تره، اما این بازی جزئیات ماشین بازی بیشتری داره و تعاملی که شما با ماشینتون. یه بوق لامبو هم بزنیم ایجا، بریم یه تست درایو با این بچه بریم که من یه ذره دیگه از این کارهایی که میتونیم با ماشینتون بکنید تو این بازی رو نشون بدم. چنتناریو من تا حالا ندیدم راهنما شریختیه چجوری. اوکی این راهنما میدی به درد چی هم میخوره؟ مثلا اگه از یکی از پلیرهای آنلاین جلو زدی راهنمای چپ و راست بدی اینجوری بیا بگیر من. خیلی باله. و یه جزئیات دیگه که دوستان ماشین رو روشن کنی قشنگ دود میاد اگزوز، اینا هم دوست دارم. یه چیز دیگه هم داریم سریع تا تایم تست درایو اون تموم نشد. ببین ماشینایی که بال متحرک دارن و دیگه مثل ریسینگ های دیگه نیستش که مثلا از 120 سرعت شدی بالش باشه، همینجا تو سرعت پایین میتونی بالشو بدی بالا، اصلا کلا بالا بمونه. کاریه که خیلی ها تو واقعیت با این ماشینا انجام میدن و اوکیه، اتوماتیک نیست، به دلخواه خودت هر کدوم. ولی من دادم بالا پایین. حالا صدای این چنتناریو رو هم یه گوش بدیم ببینیم که چقدر صدای ماشینا رو خوب درآورده.
دیدین این بک فایر رو میگفتم. ببین بک فایر فوق العاده طبیعی با صدای خوبه و اینجوری نیستش که الکی شما ماشین رو روشن کنی قاپر قاپر بک فایر رو الکی پشت سر هم بزنی، چون تو واقعیت هم چیزی نیست مگه اینکه این ماشین تو جیزه دیگه، ماشین مثلا از این ماشینایی که تیون میکنن مثلا تا 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 تا، ولی ماشینای دیگه حالت کارخونه اینجوری نیستن. این بک فایر ها رو من خیلی دوست دارم، نوع بک فایر، صدای بک فایر. اوکی ما این چیزا رو گفتیم، آقا فعلا میریم بیرون یه ذره این لول خودمون رو ببریم بالا. یک چیز خیلی جذاب یادم رفت بهتون بگم، پایین کیلومتر شما رو میبینین زده من 45200 راه رفتم با این ماشین. اوکی من هر چقدر با این ماشین راه برم ببین شد 49003 تا، هی بیشتر میشه، الان شد 4 تا. حالا یک جزئیات رو میگم نگاه کن، من الان اول شخص میکنم، اونجا توی کلاستر ماشین نگاه کن، اونجا دقیقاً همون عدد رو نمیشته و داره تغییر میکنه. این واقعاً اینم یه چیز جذاب دیگه ای بود که دیدم، تا حالا ندیده بودم، فکر کنم فقط توی یورو تراک و امریکن تراک همچین چیزی دیده بودم. اوکی ما ببینیم، ما میشن مسابقه چیزی نداریم اینجا که لول خودمون رو ببریم بالا. الان این چیه؟ کلاسیک کارز، اینجا فروشگاه ماشینای کلاسیکه، ولی من مسابقه میخواهم. اوه دیدی چه بک فایری زد، ببین اینو، خیلی خوبه بک فایرش. اوکی بچه ها ما تقریبا رسیدیم به، آره دیگه رسیدیم به ریس. ببین یه چند تا ایراد هم این بازی، یهو بعضی موقع ترافیک اینجوری غیب میشه، من نمیدونم چه باگی باید درست کنم. یه این بازی هم کامل بهینه نیست، وقتی تو شهر یا جایی که ساختمون ها هستن معمولا میری FPS، الان من رو پرفورمنس مودم و بعد 60 FPS به من بده، معمولا 60 FPS، ولی میای توی اینجاها اینجور جاها که یعنی ساختمون هست و اینا یهو میشه 30 FPS، FPS بازی خیلی میاد پایین و این ایراد دیگه، باید درستش کنم. اوکی ما اومدیم مسابقه، اینجا من سیستمشو نفهمیدم. قبل شروع مسابقه ها دنبال پلیر میگرده که جوین بده، الان هم تعداد پلیر ها کمه به چند دلیل، یکی سرورها ایراد داره خیلی ها نتونستن جوین بدن، دو این که انو عرضه نشده بازی و برای همین تعداد کسایی که هستن کمه کلن. بریم اینو ریس بدیم آقا، ما با همون NPC مسابقه بدیم. مسابقه دادن با NPCش به راحتی ویدیوی قبلی نبود، یعنی NPC ها یه ذره قوی شدن احساس میکنم، یه ذره رسیدن بهشون سخت شده. حالا بریم ببینیم چی میشه. مثل فورزا ریوایند میوایند هم نداره، لابی ایرور، آفرین. این مشکل VPNمون نیست، همونطور که من دارم میبینم همه چی وصله، این یک ایراد دیگه. ببین نگاه کن، ببین ما از سرور پرت نشدیم بیرون، این یک باگ دیگه که باید درست کرد. آقا نمیتونی بازی رو تماما آنلاین درست نکن، دمت گرم به خدا. خیلی خب دوباره زدم، ریس شروع شد. نه ما الان اصلا به ایرانی بودن هم نگاه نکن، مشکلی از الان ایرانیمون نیست، من الان با یه بهترین چیزی که میتونم اصلا شبیه خارجی هم. هیچ مشکلی نیست، الان سرورها واقعا سرورهاشون ایراد داره و بابا درستش کن. من نمیدونم اینقدر، یعنی شما نمیدونستین سرور اینقدر ایراد داره و بازی رو تماما آنلاین درست کردین، خیلی عجیبه. اوه چه بک فایری، یه پیش به راست باره که یه ذره اول شخص براتون برم بذارم. اول شخصشو زیاد دوست ندارم چون که فرمونو خیلی مصنوعی تکون میده، خیلی. ببین فورزام 360 درجه فرمونو نمیپیچونه، ولی دیگه اینجوری هم نه. کرو موتور فست تا الان بهترین اول شخصو داره بین این سه تا مدل نزدیک به آرکید به نظر من، و الان ببین چقدر FPS اومده پایین. اوه اومدم بیرون، FPS باز بهتر شد. آقا هوا تاریکه، بذار چراغ رو روشن کنیم آخیش. برو بریم برفا کنم خودتون باید بزنیم، ایناشو دوست دارم. برو بریم، ما اگه بتونیم به اون نفر برسیم خیلی خوب میشه. این بازی نیترو هم نداره و اینو من دوست دارم، من زیاد نیترو باز نیستم، چیزای طبیعی توی ریسینگ دوست دارم. اینا که میشکست، حالا چرا چی شد نشکست؟ من دومم، یارو چه فاصله گرفت. او مای گاد بجم، من چجوری دومم؟ جدی ای وای من، ترمز بیا اینور، اوخ 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 بیا اینور، دور بینه سوم شخصش میذاره زیادی سفته، یه ذره شلش کن. وای 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 وای، برو 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 برو. اه شرمنده، هنوز به فیزیک و هندلینگ این بازی عادت ندارم. مسابقات آفرود و رالی هم داره، اون آفرود اینا هم داره، ماشینای آفرود هم گویا داره و همینطور ماشینای رالی، ولی تعداد ماشیناش خیلی زیاد نیست. داریم به نفر اول نزدیک میشیم، ولی فکر کنم مسابقه آره دیگه تقریبا تموم شد. یه جون برو، دوم شدیم، اینو ایراد نداره دیگه، نمیتونم کاری کنم. حالا بعد این ویدیو میرم این مسابقه ها رو تا 100% اول بشم. فقط سیستم مسابقات آنلاینش نمیدونم کجا، شاید هنوز شروع نشه. این بازی هم قراره مثل نیت فور اسپید آن باوند
سیزن داشته باشه که سیزن 4 رو میخوان کازینو اضافه کنن و شما میتونین تو شرط بندی کنین، اسلات ماشین بازی کنین، پوکر بازی کنین. آره اینا هیچ ربطی به مسابقه دادن نداره و اینشو دوست دارم. و برای کسایی که گولد ادیشن دارن مثل من، سیزن 3 شما پریمیومشو داری، مثل آنباوند سیزن عادی داره سیزن پریمیوم، که سیزن پریمیوم یه ماشین خاص میده که یعنی سیزن عادی ها نمیتونن داشته باشن، ولی سیزن عادی هم یه ماشین میده برای همه رایگان. و دقیقا مثل نید فور اسپید آنباوند و فورزا هورایزن هر سیزن میگه که یک یا دو تا ماشین جدید میده. اوکی خوبه، فقط امیدوارم تا اون موقع و بعد از عرضه جهانی، روز عرضه جهانی ببینید الان این سرورها این تعداد کم پلیر رو نمیتونن تحمل کنن. من از روز عرضه میترسم که قرار کلی هزاران پلیر بریزن توش، سرورها میپوکه به خدا. اوکی یه رئیس دیگه بریم. این رئیس چیه؟ تایم اتک، جذابیتی برای شما نداره، برای همین نمیرم. اینم تایم اتک. من میگم که این چیه؟ استریت اچ کیو، هد کوارتر استریت. برم اینجا ببینم چه خبره. وایسا فکر کنم دیسکو دوباره ترافیک ناپدید شد. آخه چرا؟ آقا درست کن، آقا یه آپدیت بده جون من. من اولین باره که از ته دل آپدیت میخوام. اوه 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 اوه، خیلی این بک فایر خوبه، کثافت بیشتر بزن. وای وای وای، طبیعی با صدای خوب. ببینم چیزای خوبه بازی رو میگم، چیزای بعدش هم میگم دیگه. اوه چی، چه خبره؟ بچه ها فکر کنم داریم میریم نایت کلاب، ولی حالا ببینم. دریفتشو هنوز نمیفهمم چی جوریه، راستشو بخوای نه مثل فورزا عمل میکنه نه مثل کرو که اصلا دریفت اونجوری نمیزنه، ولی نمیفهمم. ستاپ هم میتونی ببینم، من هنوز ستاپ نبستم که ببینم دقیق چی جوری میشه، ولی خب شاید بتونیم یه ماشین دریفت بیلد درست کنیم، نمیدونم. و او این بازی هم همونطور که میدونید خب تست درایو به زندگی پولداری، ماشین بازی پولداری، ثروتمندی دوست داره و اتفاقا مثل نید فور اسپید اینا دورور زیاد ماشین های خیابونی ارزون قیمت نمیچرخه، برای همین بیشتر معمولا ماشین های گرون توشن. ما بریم توی این استریت اچ کیو ببینیم چه خبره. اینجا چند تا گروه هست خب تو این تست درایو سولار کراون، یکیشون او باریکلا غیرمون بشه، یه غیرمون نشه، ابی بذار، ابی او اومدم. او چه جای عجیبیه، دیسکوی دیگه علی دیگه، چی عجیب. اوه اف پی اس ترکید، وای 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 وای، نمیخوام با شما فعلا صحبت کنم. ببین اینجا جای هد کوارتر، جای گروه استریت هاست، گروه استریت کلن، قبیله استریت. یه گروه داریم گروه بیزنس ها، شیک و پیک و با کلاس ها، من میخوام به اونا جوین بدم راستش بخواید. اینجا فقط میخوام بدونیم چه خبره؟ مشروب باشه، نوکر خوبی داشت، نوکرتم به مولا داشت. یه ویسکی یه شات بده به من، یه دونه رد لیبل، یه رد لیبل به من بده. مشروب نمیشه تو بازی خورد، تو که دیسکوشو ساختی مشروب ساختی، نمیتونم برقصم، یه غیرمون نشه، یه غیر تو رو خدا، یه غیر. یا نمیشه قرداد خانوما، خانوما چطورین؟ بابا چوی چقدر تاریکه. خیلی خب من رفتم، فقط خواستم فضول بودم ببینم اینجا چه خبر، این دره با میشه. نه علی تو هم انتظار استارفیلد داری از یه بازی ریسینگ ها، برمیگرم آقا، برمیگرم. اوکی ما اومدیم اینجا، خیلی خب چیکار کنیم؟ ببین بچه ها، شما یه مسابقه دیدین از این بازی، من میخوام پارت بعدی رو بیایم، پارت بعدی نه ببخشید، یعنی بخش بعدی این ویدیو رو، آرام باشید، بریم نمایندگی ماشین های آمریکایی ببینیم چه خبره توش، و یه ماشین رو برداریم صدای اونم چک کنیم. نمایندگی ماشین های آلمانی رو هنوز پیدا نکردم، حالا نمیدونم BMW جداست، بنز جداست، اینا رو نمیدونم، ولی خب ماشین های آمریکا. اخ 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 اخ، این کوروته رو من دیدم، اینو توی یه ریلز دیدم، بدجور بکفایراش، بدجور خفنه. شاید این کوروته رو برداریم الان برای تست کردن. اصلا چند تا میتونیم برداریم؟ چون قلی خودتو محدود میکنی، ذهنتو محدود نکن، ثروتمندی فکر کن. آره کیو مرس. اوکی ببین بر داج وایپر رو داریم. اوکی و تمام شد. این چیه؟ چی بود این؟ خب الان یعنی چی؟ لوت. بازی آر پی جی شد. اموچلی، ای وای من، اموچلی کاپوتو نمیشه داد بالا؟ نه بذار ببینم، بابا گمش کنار. نه نه نه، اینا رو فورزا بهتر در آورده. ببین اوکی من خواهم کوربته رو یه لحظه بردارم، و چون خیلی صدای جذابی داره و خیلی بک فایرهای خفنی داره، در واکن بابا آمده.
یه لحظه استارتش نشه. ایوالا بریم یه تست درایو. این ماشین این کوروت استارت زدم فکر کنم سقفش هم برداشت. نگاه کن بعضی از ماشینا مخصوصا ماشین‌های آمریکایی سقفشون اتوماتیک باز نمیشه، یعنی یه مکانیکی داشته باید دستی باز کنین. اینا رو به خاطر سبکسازی انجام میدن و اینو میزنم سقفش برداشته نشد. الان برداشته شد. نگاه کن من اول شخص کردم. میبینی سقف بالا سر ما نیست. حالا اینو میزنم. ای بابا اینو میگم. آقا من هی اشتباهی میزنم ببخشید. اینو میزنم سقف بالا سر ماست. اوکی. یه لحظه صدای اینو گوش بدیم. بذار چراغاشم روشن کنم. آقا اون ریلزی که به خدا من دیدم بکفایر میزد توش خیلی زیاد. فکر کنم باید ماشینمون رو تقویت کنیم اونجوری بکفایرهاش بیشتر میشه. ولی واقعا این هم خیلی ماشاءالله. بعد اینجا رو دقت کنید تا تایممون تموم نشده. ببین وقتی من سقفو میذارم این جزئیات رو دوست دارم، صدا هم قشنگ عوض میشه و معلوم میشه که انگار تو اتاقه. ببین دیدی یه جورایی صدا بسته تر شد. این جزئیات هم دوست دارم ولی واقعا اول گیر کردیم بابا. اوکی درست شد واقعا. ولی اول شخص میگم این فرمونه یه جوریه بابا. آخه توی ویدیوشون نشون دادن گفتن ما یه کاری کردیم 360 به چرخه. این بازی از فرمون هم پشتیبانی میکنه حتما. من این فرمون رو ستاپ نکردم با بازی، یعنی فورس فیدبک اینا رو درست نچیدم. هر موقع درست چیده شد حتما براتون با فرمون هم ویدیو میگیرم 100%. بهتون هم میگم با فرمون چه جوریه. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه بودین. دیگه خیال من گفتم بابا خیالتون هر بازی ریسینگ تو این جهان بیاد من براتون ویدیوشو میگیرم درست میزنم. حالا میخواد فیلتر باشه من با بدبختی میام تو. نگران نباش. تا یه ویدیو دیگه نوکرتم. خدا نگهدار.